سراغ سوال بعدی درک مطلب که گفته It can be concluded from the passage that از متن می توانیم نتیجه گیری کنیم که نتیجه گیری یعنی چی؟ نتیجه گیری یعنی جوابش به صورت مستقیم تو متن نیومده، تو باید بخونی و خودت از اون یه چیزی رو بفهمی. پس چی کار کنم؟ اول گزینه هاشو نگاه کنم. One cannot be a native speaker of more than two languages. یک نفر نمیتواند گویشگر بومی بیش از یک زبان باشد. بچه‌هایی که سوالای قبلی رو خوندن جواب اینو همین الان پیدا کردن. نیازی به خوندن بقیه‌اش نیست، ولی چون دارم براتون آزمون حل میکنم میخوام بررسی کنم. Very few children throughout the world learn to speak two languages. دانش آموز بچه‌های کمی در سرتاسر جهان یاد میگیرن تا حرف بزنن دو زبان را. It is possible for a bilingual برای یک دو زبانه ممکن است to be better at his or her second language که در زبان دومش بهتر از اولی باشد. Only a few people learn to speak their mother's language like a native. تعداد کمی از افراد یاد میگیرند تا صحبت کنند زبان مادریشان را like a native، مثل یک زبان بومی. خب کدوم رو میتونیم نتیجه گیری کنیم؟ میریم سراغ متنمون. تو سوالای قبل خط اول اینا رو خونده بودیم که گفته بود First language also known as mother tongue is generally the language a person learns first. However, one can have two or more native. پس یه نفر میتونه بیشتر از یه native language داشته باشه. And be a native bilingual or indeed multilingual. یا چند زبانه. The order in which these languages are learned، ترتیبی که اینا رو یاد میگیره، is not necessarily the order of proficiency، ترتیب مهارتشون نیست. درست شد؟ یعنی ممکنه ترتیبشون با هم چی فرق داشته باشه. Not having enough first language skill often makes learning other languages difficult. این جمله مهمه. نداشتن مهارت کافی اغلب باعث می شود یادگیری زبانهای دیگر هم چه بشه سخت بشه. با توجه این که گفته چی رو میتونیم در واقع چیکار کنیم نتیجه گیری کنیم و این جمله‌ای که اینجا آورده، 100% گزینه ما گزینه 3 خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه گفته ممکنه که یه نفری که بایلینگوال دو زبانه است better at his or her second language، در زبان دومش بهتر از اولیه باشه، به خاطر اینکه اوردر یادگیریشون الزاماً بر اساس مهارتشون چی نیستش. پس حواستون به این باشه، از اون جمله این جمله چی میشه نتیجه گیری میشه. پس گزینه 3 درسته.